خب ما تا اینجا اومدیم ورود کاربر و اکشن های مربوطش رو اوکی کردیم. توی این بخش میخوایم که کلاس رول اتریبیوت رو بزنیم. توضیح میدم که این کلاس برای چی هستش. ببینید ما اومدیم در واقع تا اینجا اومدیم کاربر رو دوتا اکشنی که داشت براش زدیم، ولی الان باید چک کنیم که کاربری که وارد میشه آیا مدیر هستش یا کاربر معمولی هستش، یعنی نقششون مشخص بشه که اگه مدیر هست بره پنل مدیریت و اگه کاربر هست همون صفحه مربوط به حساب کاربری وارد بشه. خب چون که پنل مدیریت آیتم های زیادی داره مخصوصا حالا برای تنظیماتش، ما اومدیم براش یه ایریای مجزا در نظر گرفتیم که قبلا اومدیم این ایریا رو تعریف کردیم به نام ادمین پنل. میتونستیم برای کاربر هم یه پنل کاربری جدا بزنیم، یه مثل همین یه ایریای مجزا در نظر بگیریم، ولی چون که در واقع کاربرمون کاربر معمولی که ثبت نام میکنه کار زیادی قرار بود انجام نده و فقط تغییر کلمه عبور یا تغییر موبایلش رو داشت، همین دوتا اکشن ما دیگه براش ایریای مجزایی نزدیم و اومدیم دوتا اکشن رو توی همون کنترلر اکانت جا دادیم. میتونستیم براش ایریا هم بزنیم. خب ولی برای پنل مدیریتمون همونطور که گفتم چون آیتم هاش زیاده بهتره که برای نظم کار ما یه پنل مجزا براش بزنیم که هر موقع هم مشکلی پیش اومد مستقیما بریم سراغ پنل خودش و در واقع رسیدگی و نگهداریش راحت تر هستش. خب طبق این توضیحاتی که دادم ما اول نیاز داریم به یه اینترفیس، پس من میرم سراغ اینترفیس آیوزر. باید بگیم زمانی که کاربر لاگین شد یه سری موارد کنترل بشه، اینکه مثلا چه نقشی داره، چه رولی داره، این که داره لاگین میشه مدیره یا کاربر معمولیه. ما میخواییم که اینجا این رو چک کنیم. پس من اول توی آیوزر مینویسم که از نوع بولین، اسمش رو میذارم چک یوزر رول استرینگ رول نیم و دیگه چی میخوایم؟ خب چون که موقع لاگین با شماره موبایل هم وارد میشه، پس من اینجا مینویسم استرینگ موبایل نامبر، این دو مورد رو نیازه. خب چک یوزر رول برای تشخیص اینکه نقشش چیه، رولش چیه. این از این. بریم سراغ سرویس و ایمپلیمنت کنیم. ایمپلیمنت اینترفیس چک یوزر رول. خب برای این چی باید بنویسیم؟ میگیم که اینجا برای ما ریترن کن از کانتکستمون دات یوزرز دات اینکلود. خب نداره، نیاز به یوزینگ داریم. میگیم که یوزینگ مایکروسافت دات Entity Framework Core همین کافیه. خب داد بله include میگیم که you dot role you dot role dot any. خب اینی رو برای میذاریم که حالا بر اساس چی؟ بر اساس موبایل، یعنی اینکه you dot موبایلش مساویه با
همین موبایل نامبر باشه و همینطور یو دات رول نیمش، البته ما باید بگیم رول دات نیمش مساوی با رول نیمی که تعریف کردیم باشه. باز من یه دونه مساوی گذاشتم و سمیکاله. تمام. خب چون که ترو فالس برمیگردونه، چون که از نوع بولیان بود یه مقدار ترو فالس برمیگردونه، اینجا میگیم که کاربری، در واقع داره میگیم که کاربری با این مشخصات هست یا نه، و حالا باید چک کنیم که این رول چی هست، ادمین یا یوزره، و هر کدوم که هست باید بره سمت پروفایل خودشون. ما برای چک کردن این موضوع باید یه کلاس بسازیم که حالا توی اون کلاس این عملیات انجام بشه و میخوایم این احراز هویت رو با استفاده از یه اتریبیوتی انجام بدیم. پس من میرم اینجا دیگه کاری نداریم، کلاسامون رو کجا میساختیم؟ کلاس های فرعیمون رو توی لایه کور کلاسز، جایی که حالا کود جنریتور و هش جنریتور رو و همینطور اسمس رو ساخته بودیم. خب اینها کلاس های فرعیمون هستن. پس من اد کلاس رو میزنم و یک کلاس به اسم رول اتریبیوت، رول اتریبیوت و اد میکنم. بذارید من اول یوزینگ هایی که حالا میدونم نیاز داریم رو اضافه کنم. یوزینگ چی شد؟ یوزینگ چی میخوایم؟ نام پروژه دات کور دات اینترفیس رو میخوایم، سرویس رو هم میخوایم. پس یوزینگ نام پروژه دات کور دات سرویس، یوزینگ مایکروسافت دات ای اس پی. خب نداره، حالا فعلا این رو میذاریم، این رو هم احتمالا پکیجش رو نیاز پیدا کنیم نصب کنیم. بذارید میریم جلوتر ببینیم که اصلا بهش نیاز داریم یا نه. خب چی باید بنویسیم اینجا؟ اولی که می نویسم پابلیک، دوم که این باید ارث بری داشته باشه. از چی؟ از داریم اینجا یا نه؟ خب می نویسمش، نداریم. authorize attribute، authorize attribute و i authorization filter. خب این دوتا رو الان برای ما بذارید ببینم که چی میخواد. مایکروسافت ASP Network DLL میخواد که حالا من این رو میزنم DLLش رو برای ما نصب کنه. این هم همینطور نیاز به DLL داره. حل شد. خب این چون اینترفیس هستش، ما باید همینجا ایمپلیمنت اینترفیس کنیم و برای ما اضافه بشه. حالا قبل از اینکه این رو بنویسیم، من اینجا می نویسم که بریم سراغ اول تعریفش. استرینگ، من یه رول نیم میخوام
معرفی کنم و از جنس آیوزر، بله یه دونه آیوزر میخواییم. و همینطور الان چی میخوام؟ یه دونه سیتور سازنده میخوایم و توی این سازنده میگیم که رول اتریبیوت درسته، ورودیش چی باشه؟ استرینگ رول نیم، استرینگ رول نیم. و اینجا میگیم که خب آندرلاین رول نیم چی شد؟ اینجا ما قرار بود با آندرلاین تعریف کنیم، میگیم که آندرلاین رول نیم مساوی با همین رول نیم که الان نوشتیم اینجا و تمام. این از سازندمون. بریم سراغ این متد ببینیم که چیکار باید بکنیم. خب اینجا باید شرط بذاریم، بگیم که اگه کانتکستمون که اینجا معرفیش کرده دات http context دات user، خب http context رو نشناخت، ببینم که چی میخواد. نیاز به رفرنس ASP.NET Core HTTP داریم. خب اینجا که این اضافه شده، بذاری ببینم using خب چی کار کنیم؟ فکر میکنم که ما باید بریم لایه کور و یه پکیج نصب کنیم. کجاست این منیج NuGet پکیج؟ و بگیم که چی میخواییم؟ مایکروسافت dot ASP.NET Core MVC. خب همین هستش و ما هم آخریش رو نصب میکنیم. ببینیم که با نصب این پکیج مشکلمون حل میشه یا نه. اونجا هم که خطای رفرنس داد باید بریم احتمالا رفرنس هم بزنیم. خب یه مقدار طول میکشه نصب پکیج، مجبور هستیم که منتظر بمونیم تا تکمیل بشه. بله
خب خط هامون به خاطر این هستش. بذارید اینو خب نصبش اوکی شد. من یه سیو اولیه ریبیلد میکنم. خب بعد از ریبیل باز من می نویسم، منتظریم که ریبیل هم تموم بشه. بعد می نویسیم که اگه شرطمون رو دوباره می زاریم، اگه کانتکست همین کانتکستی که اینچه نوشته شده .http context و الان بذارید من dot user dot identity dot is authenticated. خب این برای اینه که اگه کاربر لاگین کرده بود، اینجا میگیم که اگه کاربر لاگین کرده بود، الان باید بگیم که همون شماره موبایلش به عنوان یوزرنیم در واقع بیاد اینجا. پس میگیم که string user name مساویه با، بذارید n رو بزرگ بدیم، حالا طبق تعریفی که انجام میدادیم، مساویه با کانتکستمون dot http context dot user ببخشید دیگه الان اینجا یوزر نمیخوایم، باید بگیم که چرا یوزر یوزر دات درسته identity دات این بار نیم. خب این از این. و بعد هم میگیم که آی یوزر، برای اینکه حالا بتونیم به متدهای داخل آی یوزر دسترسی داشته باشیم، مساوی با پرانتز باز آی یوزر بزرگ کانتکستمون دات http context دات request service اوکی دات request service دات get service توی پرانتز type of چی؟ همون i user هم. اوکی و سمیکاله. خب و بعد نهایتا باید بگیم که اگه مخالف این چیزی که یعنی i userمون dot check user role اوکی توی پرانتز می نویسیم که همون role nameمون و role name با چی بود و user name. خب باید بگیم که اگه این دوتا برقرار نبود چیکار کن؟ اگه این دوتا برقرار نبود خب یه مشکلی داریم. اول اینکه این اینجوری، دوم اینکه رول نیممون رو
در واقع ریخته بودیم داخل. اوکی خب، میگیم که context.result دیگه آخرش هستیم، مساویه با new redirect result که نمیشناسه چکار کنیم؟ redirect result خب اینجا هم using درسته، اوکی یه using نیاز داشتیم و بعد میگیم که به کجا باید بره؟ به اکانتمون و از اکانت لاگین. چی نوشتیم؟ لاگین. خب ما این رو نوشتیم، نیو ریدایرکت رو به خاطر این نوشتیم که به چون به صفحه لاگین دسترسی نداره و نهایتا السش. السش میگیم که همین خط بالا کانتکستمون دات ریزالت مساویه با نیو ریدایرکت ریزالت دقیقا همین باشه اکانت لاگین خب و همین، مورد دیگه هم نداره. این از کلاس رول اتریبیوتمون که ما اومدیم اینجا این کلاس رو ساختیم برای اینکه حالا تشخیص بدیم شخصی که لاگین کرده، در واقع هم از این کلاس استفاده کنیم، جایی که حالا توی بخش بعدی میگیم کدوم قسمت، که شخصی که لاگین میکنه آیا ادمین هست یا یوزر معمولی هست، که هر کدوم هست باید به سمت پروفایل خودشون در واقع فرستاده بشن. ادامهش رو میریم توی بخش بعدی.